به شما مراد خانی را معرفی میکنم. حتما نام مراد خانی را شما به ذهنتان دارین، شنیدین. ببینید شما اینجا هنر میناتوری دستی را میبینین، کلمه مبارک است، در دروازه حکاکی شده و با چقدر ظرافیت یه حکاکی شده؟ 80-82 ساله. 80-82 ساله، ماشاءالله. یعنی 80-82 سال شما عمر دارین، نام خدا هم تو سر و پای سر و حال هستین. من تو یک حسابش که از من زنم بود نهار سعید از اینجا مبرامل آقا که می آورد فت میکردی چه که بند میشه فتر گیل آمده بود ولی بدر که این شوق میشه بردر بغل اگه نامد دان خورم یا آورد دریا دریا رو چشم میکرد نیخو با پس میکرد با دیدم ملنگ گفته که این زن تو بلاست این بلاست سر از این نان پخته ملنگی رو پامان که سر از این نان پخته که در تندور خواه هرچی که میکرد من گفت اگه نان پخته نمی کنیم و در پامیز خواه نمی کنیم خواه با دیدم نان پخته این زد که در یقت در تندور زمانه که نادر افشار آمدن در افغانستان یک تعداد لشکریانش به اونا آمدن و نیم خان پوپلزایی بود در اون زمان بعد اونا آمدن اینجا در اولین آمدن در بالای سار کابل باز آستاست آمدن در اینجا مسکن گزین شدن امروز آمدیم به مرادخانی کابل و شما مرادخانی را معرفی میکنم. حتما نام مرادخانی را شما به ذهنتان دارین، شنیدین و اکثر هموطنان ما آمدن حضیر دیدن کردن، ولی شاید مثل ما کمتر معلومات داشته باشن. بیاین میریم امروز با یکی از پدران بزرگوار، کسی که 11 ساله در اینجا بزرگ شده، قصه میکنیم و تا آخر برنامه ما را دنبال بکنیم. این مرادخانی است و این بنا خیلی قدیمی است، چون معلومات زیادتر رو ندارم، ولی خب کابل ببینید دیکور و مکارهای را که قدیما انجام میدادن، چوبهای را که اکثر نیا استفاده میکردن، بیشترشان چوبهای نورستان بود و چوبهایی که سالها گذشته ولی هنوز پابرجا است و اکثرا هنر نقش بسیار فراوان داشتن در صنعت، در معماری اکثرا تا به امروز مانده و اون نشانه ها باقی است. شما میشن نشانه هایش را ببینین، میشه شما فالوآپ کنین کریمی صاحب. ببینید شما اینجا هنر میناتوری دستی را میبینین، کلمه مبارک است، در دروازه حکاکی شده و با چقدر ظرافیت یه حکاکی شده. و بیاین بیشتر داخل میره میبینیم چی گپ است، مرادخانی کی است، چرا این نام به نام مرادخانی یا جای به نام مرادخانی یاد میشه. دنبال ما بکنین، داخل میریم. السلام علیکم پدر جان قند. سلام، خوب هستین؟ سلامتان خوب است؟ بخیر هستین انشاءالله؟ حال احوالتان خوب است؟ زندگی بخیر میگذره؟ شکر سلامت باشین. اما تو فکر کنم گلاسک چایتان همراه او چیزک قدیمی جازه است، مگر دفعه ببینم. مردم های قدیم واقعا ببینین آثار خود ارزش میدن. من قسمی که آمدم ببینین چاینک قدیمی است و مطمئن هستم یام قدیمی است، از امو آثار کهن و سابق مانده برای ما. و کوکو جان خودتان چای هم داشتین هم اینجا؟ چه خوب سایگک، چه خوب یک فضا شیشتین.
و ریشتفید شدیم و همتی یک گوشه خاموش به خود اختیار کردیم. فکر کنم حال در این وقتا سرصدای گفا و سن که بالا میره تدن سرصدای به جای سر آدم خوش نمیخوره، کوشش میکنه که یک جای آرام به خود اختیار کنه. کوکو جان در ابتدا میشه بر ما خودم معرفی کدی نامتا بگو و همتانان عزیز ما خودم معرفی کن. نام ما به بدن مامور نوزا محمد موسی. محمد موسی. محمد موسی. نام پدرم گلوسین. گلوسین. نام نکم عبدالحسین. نام پدر عبدالحسین قدوس. بسیار خوب. یعنی تقریبا شما چهار پشت تانه نام گرفتین. هم تیک چیز شد. تو ست سال سی. ست سال میشه که مورد اینجا هستیم. خانه ما در نوک پلخشی بود. خب. واده که اولین تذکره کرد. آها. این همینجا مدیر ناله. وکیلا آمدی آمد اینا میده مره تذکره را ساد سند مره یا دو ساله بود اینا را سند مره هست بود عدد ایسه کنید اشتاد اشتاد و دو ساله اشتاد اشتاد و دو ساله ماشالله یعنی اشتاد اشتاد و دو سال شما عمر دارین نام خودم تو سر و پای سر و حال هستی آه من تو یک حسابش که از من زنم بود خواه یعنی غم خانم هم شما را چیز ضعیفتر ساخته آه تقلیفم کمرم بسر خداوند شما را جان و جور بده. شما میفهمین شما افتخار ما هستین، شما کسایی هستین که ما با اونا افتخار میکنیم. شما فرهنگ کابل هستین، شما کابل اما بوی قدیماش تازه نگاه کردین. آه شاید منیو که پل خیشی خود کلان شدیم خانه ما میگه بود داود خان دیره سرک کلان کن خانه ما را دنبا پنج دوکان بودیم بیادر خانه بود پنج خانه را تو کل تا کنیدار بود او بوده دیگر مردم ها اینی خانه دیگر سیصد سال دوصد سال سیصد سال شهید میزان آقا میگفتن از شهید های چای بروز بود خب که دار بودن از شهید از اینجا مبرامل آقا که می آوه چپ میکردی چه که بند میشون اما تو شهید های پاک نمو شهید بودن شهید ها کسایی که صوفی بودن کسایی که بلا شاید بسیار کسا بودن اینجا این کلیش مو بودن از هزار نفر زیاده ما دیدم که مور راست میگن خب کابل با امون مردم ها بسیار زیبا بود مردم های کابل بسیار دلپاک بود ما هر وقت که نام از کابل و کابلی ها میشنویم اما مردم های عیار و کاکه کابل بر ذهن ما خطور میکنه بیند یک کمکی از سابقه های کابل قصه بکنین در کابل سابقه که میشد مردم دیدا چی میکرد اید قربان خستن اینه پیشوری هست اید قربان میاین اید قربان چی آمادگی ها میگیره چی هم تجلیل میشد اینی آمادگی رو میگیره قربانی میکردن مردم دخانی اگو میرد دخانی اگو میرد در نفر از نفر قومی شفقت داشتن هشت انسانیت داشتن این ای کلان های دیگه که رفتن ما چوبه مخی هم آنه بیاین رابطه با مراد خانی با من صحبت بکنین مراد خانی لازم نگه که دو برادرها بودن خواه یکی مردان باقلی مردان نگه خواه نامش برخورد اینمی در عدیب بری این ده مراد خان این مراد خان بود مراد خان دو برادر بودن یک داشت مراد خان نام داشت اینجا بودن بله باری این که اینجا آمد نام اینجا مراد خانی مانده شد مراد خانی مانده شد نام اونجا باقلی مردان دو برادر بود بار یکی کرده همین فتر گیل آمده بود بازی برادر بود که این شوق می شد بار از بغل اگه می آمد دان خورم یا آورد دریا را چوس می کرد می خود بار پس می رو بار یک مرنگ گیره پامان دیو کتش بوده دیوار چیزی بوده خود یک سر خدا بوده خب بازی را مرنگ گفته که این زن تو بلاست این بلا سرگی نان پختن خانمشت یک کارم میکرد آه خانمش دان خود چیز میکرد تا دریای کابل آب میخوردن در وقت این بود دسی زدیر سر این دان خود رو پیش میکرد اینجا و باقل مردان بیشار پر را رو خو اون را میره کلی خود رو پیش میکرد از همون جواب میخوردن آه باز مردم ها برش دعا کردن چی رقم کردن؟ نه اون ملنگی پامان که سرگی نان پختن کن در تندو خو آخه که میگن ما برای نان پختن نمیکنیم ما در پانوز خواه نمیکنیم خواه 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 بازی در نان پختن این یه زد که در یقت در تندور با میدی این چکی تلا شد سه چکی تلا شد خواه 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 سکی تلا شد میزن با سکی تلا در بیشد این تلا را که در سنگ هم میزد تلا میشد اگه در چوب میزد تلا میشد این قرار که یاده
ها مردمای بودن یک قصه های عجیبی داشته کابل. واقعا بسیار قصه های جالب داشته کاکا. باز خودت چقدر وقت میشه کاکا جان دمی دی مراد خان زندگی میکنی؟ و دیگه ما نتاینگ میکنم تاینگ عبدالرحمن خان بابا کلان که بود در پیش زمون کار میکرد. خواه 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 بارون از مو باید ایره تابان یک دو ست سال میشه. تشکر کاکا جان. زنده باشین کاکا جان، بخیر و سلامت باشین. عزیزان، مراد خانی است و قصه های شیرین پدر عزیز شنیدین. شما کنا قصه کرد رابطه با مراد خانی قصه کرد و قدامت از اینجا قصه کرد. مراد خانی را اونا میگن که اینجا مسجدش است و بیشتر از 200-300 سال خود تقریبا بر از اینا روایت قصه‌اش آمده بود. شما میشه مثلا همین هرچند تازه رنگ شده ولی باز هم ساختار چوب و ساختار کلاسیکی که اینجا کار شده از چوب مشاهده میکنین. سالها گذشته، ممکن 200-300 سال از این گذشته، ولی ببینید هنوز پابرجاست، خیلی راحت نتیجه داده، کارهای دست است. من مشمه ذره بالاتر رو میریم و همچنان نیجه مگر شما یک چیزی را نشان میتونم به حساب سقاوخانه بوده که سقاوخانه بوده او طرف مربوط زیارت ابو فضل میشده. شما ساختار چوب در این دیزاین کار شده میبینید تا حال مانده، خیلی هم زیباست. من شخصا خودم خیلی دوست دارم، علاقه دارم به این سبک. شما بین بریم یکمکی بالاتر دیکورایی که دیجا شده، مثلا چوبایی که دیجا کار شده، هرچند که دوباره فکر کنم ترمیم هم شده ولی امو قدامتش مانده و امو ساختار سابقش مانده. میریم بالا میبینیم که همین دی مراد خانی یا مراد خانی و همچنان ببینین روح کابل که میگم کابلی خشت چوب تنها خشت چوب نیست، تاریخ است، فرهنگ است و قدامت از این کابل زمین شهر عشق و صفا و صمیمیت بیان میکنه. با امو دیکور با امو سیستم قدیمش باقی ماندن و زم و جای بسیار زیبا داشته. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار علیستم، وکیل گذر مراد خانیستم. دیگه آجی صاحب غلام سخی شاقل در پالی ماست، دیگه صحبت ها رو اونا میکنند. آجی صاحب خوب است انشاءالله، بازم سلام و مجدد. خوب است انشاءالله، صحتان خوب است، بخیر هستین، سلامت باشین. در ابتدا میشه به کمره ما خود کم کوتاه و مختصر معرفی بکنین و به مراد خانی و فلسفه و روایت مراد خانی کم قصه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حاجی غلام سخی شاقل هستم، متولی زیارت ابوالفضل العباس و یک تن از مسکونی مرادخانی کابل هستم. مرادخانی کابل از سالیان قدیم دمی منطقه که شما فعلا ناظر هستین مسماز به نام مرادخانی و یک فلسفه دور به دراز داره که زمانی که نادر افشار آمدن در افغانستان یک تعداد لشکریانش به اونا آمدن و نیم خان پوپلزایی بود در اون زمان. بعد اونا آمدن اینجا، در اولین آمدن در بالای سار کابل، باز آستاست آمدن در اینجا مسکن گزین شدن و مرادخانی کابل گذرهای مختلف داره که یک تعدادش در گذر زمان تخریب شده و فعلا شما در این منطقی که هستین این بنامه کوچه میدانی میگن. کوچه میدانی تمام کوچه های گذر مرادخانی را که شما برین ببینین دارای مطلق بندوبست و کوچه بوده و بسیار یک کاردستی زیبا در بینش کار شده از چوب و دیکورش. کاردستی بینایش برگرفته از معماری قدیم است که برمیگرده به قرون 6 و 7 و در محله و کوچه که شما میبینین یک حساب حال ایست بازرسی بگویم میان او زمان ها اینجا یک سابقه اینجا دروازه بسته می شده به خاطر امنیت کوچه ها بود. و مرادخانی در تمام مرادخانی مردم های بسیار زیاد فهیم و مردم هایی بوده در اینجا که دکترهای بسیار زیاد پروفیسرها بودن، انجینرها بودن، کسایی بودن که در حرب و در دفاتر دولتی
سابق خیلی خیلی کار میکردم و همچنان گذر مرادخانی ماجراهای زیاد داشت. نام خدا، نام خدا. والا آیسه من که داخل مرادخانی شدم میایم، اما آب و هوای قدیم داره، آدم حس میکنه که یک کابلی که ما در افسانه ها شنیدیم امو آب و هوا مانده. بینیده بگوین چقدر مردم کابل و امی خصوصا باشنده های مرادخانی چقدر امو نقش قدم های پدران و اجداد خود هستند، چقدر تغییر کردن جوانان، چقدر تغییر کرده؟ والا جوان ها خود در گذر زمان تغییرات عمده برشان است، ولی اصالتا مردم مرادخانی کوشش کردن که امو نقشی که از پدرانشان برشان مانده او را حفظ بکنن در راستای عرف و عناناتی که از اغلب مردم مرادخانی از مردم های اهل تشیع هستند، عنانات مذهبیشان پابرجا است و یک سلسله مراسمایی که هست اینجا پابرجا است و همچنان که شما میبینین در مرادخانی نظرگاهی به نام حضرت ابوالفضل، زیارت به نام حضرت ابوالفضل العباس اینجا هست، بدون شک یک جای بسیار مشهور و یک زیارتی است که خام و خاص اینجا رفت آمد میکنن و مردم روزانه به هزاران نفر زائر داره زیارت. بله بله، ما اکثرا وقت شهر کابل میایم با زیارت ابوالفضل آشنا هستیم. بله. اکثرا میایم عزیزا، یام بود روایت از مرادخانی کابل که آجیست. تشکر میکنم از شما، خوب است که این قصه ها نسل به نسل بره، این فرهنگ کابل زمین حفظ بکنیم، از افغانستان حفظ بکنیم. تشکر از شما، از همکاریتون بسیار تشکر. سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین آجیست، بسیار تشکر، بخیر سلامت باشین، تشکر، قربانتون. عزیزان ای بود بسته های امروز ما، معرفی مرادخانی کابل. شما با مرادخانی آشنا شدید. تراول افغانستان دریچه ایست که شما را با تمام افغانستان معرفی خواهد کرد. ما را تعقیب بکنید، بیاین با هم سفر بکنیم، بریم گوشه های مختلف افغانستان تا افغانستان عزیز ما را بیشتر و بیشتر آشنا شویم. تا هفته بعد که یکی از گوشه های دیگه کابل زمینه و تصویر بکشیم، شما را به الله منان میسپاریم. چنل یوتیوب ما در خدمت تان است، چنل را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدین تا تمام ویدیوهای ما در دسترس شما قرار بگیرد. تا برنامه بعد، بدرود.